نیروهای پلیس در کشورهای مختلف در درون خود یگانی دارند به نام یگان ضد شورش که وظیفه این یگان همانطور که از اسمش پیداست مواجهه با شورش‌ها و هرج و مرج‌های اجتماعی است. اما در کشورهایی که توسط نظام‌های دیکتاتوری اداره می‌شود، مانند وضعیت فعلی ایران، مأموریت این نیروها اساساً سرکوب هر گونه خیزش آزادی‌خواهانه توده‌های مردم می‌باشد. در این گزارش می‌خواهیم شناختی داشته باشیم از سازماندهی، تجهیزات، محدودیت‌ها و به طور خاص نقاط ضعف این یگان‌های ضد مردمی. سازماندهی در دستگاه سرکوب آخوندی با دو یگان ضد شورش روبرو هستیم. یگان ضد شورش ناجا، نیروی انتظامی، یگان ضد شورش سپاه با نام گردان‌های ضد امام علی. یگان ضد شورش ناجا، نامش یگان ویژه ناجاست و زیر نظر نیروی انتظامی است. کنترل اجتماعات، مبارزه و برخورد با اختشاشات و تجمعات غیرقانونی از جمله وظیفه اصلی این نیروست. در تهران 4 واحد عمده ضد شورش وجود دارد و در سایر نقاط کشور در 31 نقطه در استانهای درجه 1، 2 و 3 یگانهای ضد شورش حضور دارند. اگرچه در مورد کمیت آنها به عمد چیزی گفته نمی شود، اما ماکسیموم استعداد آنها گردان و چیزی حدود 300 نفر است و عمدتاً برای سهولت در مانور در خیابان‌های شهر از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. یگان ضد شورش سپاه با نام گردان‌های ضد امام علی. گردان‌های ضد امام علی بعد از قیام‌های سال 88 اضافه شد. اساس مأموریت آنها کمک به نیروهای ضد شورش ناجاست و حوزه عمل آنها هم تهران می باشد. یگانهای ضد شورش در حالت عادی در مقر خود مستقر هستند. به همین دلیل تجربه نشان داده در مواقعی که تظاهرات خودجوش و از قبل اعلام نشده راه می افتد، این نیرو نمی تواند مانع شکل‌گیری تجمع مردم شود. دستور ورود این نیروها معمولاً از طرف بالاترین ارگانهای امنیتی صادر می شود، چون ورود این نیروها برای حکومت هزینه سیاسی دارد. قدرت مانور و تحرک این نیروها به دلیل سنگینی تجهیزاتی که حمل می کنند پایین است. یگانهای ضد شورش دو نوع تجهیزات حمل می کنند. یک، تجهیزات تهاجمی برای سرکوب. اسلحه های غیر کشنده مانند باتوم، اسپری فلفل، گاز اشکاور، شوک دهنده الکتریکی و گلوله های رنگی و پلاستیکی. دو، تجهیزات حفاظتی برای حفظ جان خود. کلاه محافظ سر، محافظ صورت، جلیقه ضد ضربه و ضربگیرهای مفاصل، ماسک ضد گاز و سپر مخصوص از جنس پلکسیگلاس. ناگفته نماند که حمله این همه تجهیزات فشار مضاعفی را به این نیروها وارد می‌کند و آنها نمی‌توانند این فشار را به صورت پیوسته و طولانی مدت تحمل کنند. حمله این تجهیزات به طور خاص در هوای گرم همراه با ترس از عواقب درگیری با جوانان و فضای نفرت عمومی جامعه از کار کثیف آنها فشار جسمی و روحی فراوانی به این نیروهای ضد شورش وارد می کند. در صورتی که این نیروها در آماده باش‌های پیاپی به میدان فرستاده شوند، خیلی زود فرسوده می شوند. بنابراین نیروهای قیام آفرین باید در نظر داشته باشند که یکی از نتایج استمرار قیام در روزهای پشت سر هم تزلزل روحی نیروهای ضد شورش می باشد. عامل دیگری که فرسودگی نیروهای ضد شورش را افزایش می‌دهد، گستردگی قیام و همزمانی آن در شهرهای مختلف است. چرا که تعداد نیروهای ضد شورش در شهرهای مختلف محدود است و اگر مجبور شوند هر نیرو را در شهر خود به کار بگیرند، امکان شیفت بندی و جایگزینی آنها را نخواهند داشت. پوشاندن تمامی شهرهای ایران با نیروهای ضد شورش برای چند ساعت عملاً برای حکومت غیر ممکن است. پس برای از کار انداختن این نیروهای سرکوب باید به دو اصل اساسی تکیه کنیم. یک، استمرار قیام. دو، پراکندگی جغرافیایی قیام در هر استان، شهر و محله. نباید فراموش کنیم که ازدحام هرچه بیشتر مردم و روحیه تهاجمی در برابر این نیروها تعادل صحنه را به سود مردم تغییر می‌دهد. به همین دلیل مناسب‌ترین جواب به این نیروها
همان شعار معروف است. مشت در برابر مشت، حمله در برابر حمله، و آتش جوابه آتش.